Assalomu alaykum binandagoni aziz, در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز تلویزیونی سوخ در استودیو با شما جواهر غنی جانف. فرمایشی سروری دولت از 22 نوامبر سال روان درباره چاره‌های تشکیلی دایر به تهیه برنامه اصلاحاتی ماموری ازبکستان نو برای سال‌های 2022-2023 امضا گردید. در اساس فرمایش کمیسیون رеспوبلیکاوی دایر به مطابق سازی تهیه برنامه اصلاحاتی ماموری ازبکستان نو برای سال‌های 2022-2023 تشکیل گردید. با مقصد حل مسئله هایی که در راه پیوسته ادامه دادن اصلاحات ماموری به نظر می رسند، افسونسازی ثمرداری اداره دولتی و حاکمیت دولتی محلی در شرایط ازبکستان نو، توسط افسونسازی نتیجه داری فعالیت آنها، تامین فراوانی روزگار مردم و سازمان دستگاه اداره مبیلی، تطبیق تشبث و تکلیف هایی که در برنامه پیش از انتخاباتی پرزیدنت ریاست‌جمهوری ازبکستان و معروضه رهبری دولت در مراسم شروع به وظیفه جمع آمد مشترک که سنات و پلت قانونگذاری عالی مجلس بیان گردیدند، فرمایش سروری دولت از 22 نوامبر سال روان درباره چاره‌های تشکیلی دایر به تهیه برنامه اصلاحات ماموری ازبکستان نو برای سال‌های 2022-2023 امضا گردید. پرزیدنت کشورمون شوکت میرامونوویچ میرزیف در برنامه پیش از انتخاباتی خودشون قید کرده گذاشتند که در ازبکستان چطوری که در برنامه نشون داده شده بود، همه چیز برای خلق، منفعت خلق در پیش گرفته شده بود و از این رو آن کس پرزیدنت همه تشکیلات های بالایی را و خصوص برای بهبودی حیات اجتماعی مردم نگراندن که اینها البته در ازبکستان نو، در ترقیت ازبکستان نو خصوصا براه موندن در عمل تطبیق کردن رنسانس سیوم زمینه گذاشتنش رو پیشنهاد می نماید. موافق فرمایش کمیسی جمهوریوی دایر به مطابق سازی تهیه برنامه اصلاحات ماموری ازبکستان نو برای سالهای 2022-2023 تشکیل گردید. وظیفه های اساسی کمیسی رسولیکوی از این های بارد: تامین هماهنگ سازی، ثمرناکی فعالیت مقامات اداره کنی دولتی، پیشگیری بی مسئولیتی در تطبیق اصلاحات ماموری، اینچنین تشکیل پخته و با صفت کاری گروه های کاری در برابر تدبیرهای در فرمایش پیش بینی شده اجرای وظیفه و فونکسیاهای ایلوگی، تقسیم نمودن فونکسیاهای وزارت ها، کمیته های دولتی، اگنتی ها، نازیرات ها، مرکز ها و مقامات دیگر بابت تطبیق سیاست دولتی، اجرای وظیفه های نظارتی، خدمت رسانی به شخصان جسمانی و یوریدیکی، تطبیق نمودن نشاندات های انیق و ایندیکاتور های مقصدناک در فعالیت وزارت و اداره ها، طبق طلبات زمان پخته تهیه گردیدن حجت های قانونگذاری دایر به اساس های اداره دولتی تعیین می گردد. تا 1 مارس سال 2022 لایحه فرمان پرزیدنت ریاست‌جمهوری ازبکستان دایر به تصدیق خریطه راه از روی تطبیق اصلاحات ماموری ازبکستان نو برای سالهای 2022-2023 تهیه کرده می شود. در 5 سال آخر من چطوری که می بینیم چخیل آبادی ترقیات پیشروی به نظر رسیده شده است. من باز گفه بودای تکرار شد، هم باز می گویم که در برنامه پیشگذاشته پرزیدنت فقط یک تا چیز منفعت خلق، پیشتر خدمت به دولت، جمعیت و خلق بود، امروز برعکس آن به نظر می رسد که اول به خلق، جمعیت و دولت است نگرانیده شده است. از این رو امید داریم که ما همه این برنامه های پیشگذاشته پرزیدنت کشورمون جامعه عمل می باشد و در ترقیات ازبکستان نو البته یک بین دیگر دولت های خارجه ازبکستان یک همچون گلخن نمایان بشود. واقعا امروز ازبکستان به مرحله نوی ترقیات قدم میگذارد و به عباره دیگر گویم در این کشور دموکراتی پیداوار رنسانس سیوم گذاشته شده است. برای برپا نمودن ازبکستان نو فرمایش نوی پرزیدنت خاصه برنامه های پیش از انتخاباتی رهبری دولت خیلی مهم بود و امروز برای به عمل تطبیق نمودن مسئله های در دستور قید گردیده چاره و تدبیرهای مشخص اندیشیده شدند. مقصد اساسی آباد نمودن ازبکستان و حل مسئله های اجتماعی شهروندان کشور می باشد.
در حدودی سکتوری یکومی نوحیه 5 عدد جماعی شهروندانی محله ها جایگیر بوده، در این حدود کارهای آبادسازی و بنیادکاری ها در هماهنگی گرفته برده می شود. در دایره تشبوسی پرزیدنتی مملکت اویدی تشکیلی مکان های سبز و هم از بین برداشتنی معما و مشکلات مردم این حدود عملهایی با اجرا رسیده استاده خیلی نظر رساند. جمعای شهروندان محله طول امروز به مکان بزرگ تعمیر و بنیادکاری ها تبدیل یافته است، گویم خطا نمی بود. در از اعتباری حکومت و هم قرار سروری دولت امروز در محله طول تعمیر و ترمیم کوچه های داخلی محله با سرعت بلند رفته استاد است. الحال در دو عدد کوچه داخلی محله تمرچی و یاشلیک کارها در اوجند. بتون پوش نمودن کوچه ها امروز در محله با جد و جهد گرفته برده می شوند. قابل قید است که در کاری آبادسازی کوچه ها مردمی دهه به واسطه اشتراک می کنند، یعنی کارمندان تعمیر کوچه ها را خود ساکنان محله تشکیل می کنند. بنا به معلومات متصدیان، امروز کوچه های داخلی محله از جانب فرمه خوشبخت سهرابزاد بتون پوش کرده می شود و قریب 20 نفر جوانان محله معفس می باشد، هم با کار تامینند و معاششان را در وقتش می گیرند. امروز در اصل اعتباری به واسطه سروری دولت معما و مشکلات خلق تدریجا از بین برداشته می شود. باید گفت که در قبول های سیاری حاکم ناحیه اهل کوچه هایی که نامشان را ذکر کردیم آید همین معما مراجعت نموده بودند و امروز مراجعت اهل محل به طور مثبی حل می گردد. همه کوچه های مویم از قطور نامنونده من پریزیدنت هم رحمت این اوباد بگرسته قطور هم من و کوچه ها اوباد کنو و احساسون خوش کردیم رحمت هم باشم. اومان در روز کوچی چند متر است همین اسفالت بتون کسر گفت 500 متر یعنی کارگری هم محل خودشه خودمو بکورتو برماز یوردم که وقتشن پلوشم دوستی یعنی خودمو او ماوشتن چه روز بای می کور بای می چه همه کوادراتش بده من بسیار مراجعت کردی مراجعت تو من اینو بعد گفتم من کوچو می سمین کاستیان همین را نیز علاقیده قید کردن جایز است که در برابر ساختمان و تعمیر کوچه ها معمای آب نوشاکه نیز به تدریج حل می گردد. اگر در یک حدودی محله کوچه ها بتون پوش گردند، در گذر دیگر کارهای کشیدن آب نوشاکه عملی می گردند. از این رفتی کار و وسیع دامن فراخ کردن آبادگری ها مردمی محله منت دارند. در این لایقه هون در این محله محله بخش روانه بود. بچه های کمای خشوله که در برداشته 15 روز 16 روز نه پیاسول میخریدم من این وی دادگاشون و من ندارم هم خورم ندارم من ندارم کوچه یاشلیک محله از این چند مدت قبل با منبع روشنایی سیمچی و ترانسفرماترهای زمانوی تامین کرده شده بود. معمای تامینات اهالی با آب نوشاکه زیر کوچه حل خود را یافته است. امروز باشد جوانان محله در کار تامین کوچه نه بتون پوش کردن آن حصه گذاری دارند. ما مراجعه کردیم و بتون یکشته دادن انا اوزه کورمو وای بیت انا بیتونه اثر کم او کشیدم او هم کشته دادن انا باغم خوری پرزیدنتم انا همه سوز خدا شکر مویم خدمت وطننده از دستم اومد که شکم برای وطنم مویم خدمت میکنم. چون میگویند به هر کاری که همت بسته گردد اگر خار بود گل دسته گردد. در برابر آبادسازی حدود میتوان گفت که منفعت داری اهل محله به خصوص جوانان نیز تامین شده استفاده است. از این همه اعتبار غمخوری ها روح توان گرفته اهل محله برای آبادی حدود خود حشرها تشکیل میکنند و به آبادی محله حصه گذاری میکنند. مستقلیک استقبال کوچه مانده دامن قرب 900 متر اسفالت خوانده شد. من 2021 با آمده گنده من حاضر 4 تا کوچه مایه بیتون کپلمه بیتون کرده استاده ایم و بانه این قرب دامن 20 نفر فقره ها ما یاشا برومده من هم خورک تامین که شده من بیتون ریزی کاروش ساد. البته ما محترم پریزیدنت ما تومن حکومه ما بین نهایان مندادار چلی سار میکنیم من حاضر بغیر از این قرب دامن 100 نفر فقره ها ما آب نوشاکی درآورده هر یک فقره ها 4 متری تا همه خانه شون درآورده شد. این به نهایت کارهای کلان شد. محترم پرزیدنت ما همه کارهای کرده ایشون دیده سو حواس کرده من طول محله ما با هم حکومت من درو طول محله نومش مونده دروازه کرده ساختم. البته ما به منت این کارها منداری از نوم خلق منداری اصحاب میشه. آن کارهایی که از جانب تدبیرکاران سخاوت پیشه در راه آبادی کشور کرده می شود نباید فراموش سازید. پیوسته بر خاطر نگاه باید داشت که این همه کارهای آبادی و نوسازی ها برای منفعت خلق سربلند ناحیه کرده می شوند. آبادی باشد سرچشمه ترقیات و رشد به حساب می رود.
اوزبکستان یگانه دولتی است که با تمامی کشورهای آسیای مرکزی هم حدود میباشد. جریان‌های نفت‌سازی نه فقط برای خودی اوزبکستان نقشی مهم دارند، بلکه با کشورهای همسایه نیز تاثیر نیک میرساند. با شرافت موقع جغرافی و اقتدار دموگرافی و اقتصادیش مملکت ما به صفت قلب آسیای مرکزی اعتراف شده است. بعد پرزیدنت رسولی که ازبکستان انتخاب شدن شوکت میرزیایف با تحکیم مناسبت ها با جمهوری های همسایه که با اعتماد طرفین همسایگی نیک و همکاری تکیه میکنند اعتبار مخصوص داده شد. این مناسبت برای وحدت منطقه همچون اساس خدمت خواهد کرد. تاجیکستان و ازبکستان را تاریخ یگانه سنت های معنوی علاقمند میکنند. این دو خلق از قدیم الایام از یک دریا آب نوشیدند، آنها را رشته های خیش و تباری میپیوندند. هرچند ما با زبان های گوناگون حرف میزنیم، طرز حیاتمان، مدنیتمان قریب می باشند. سرود و آهنگ، ایجادیات شفاهی مردمی به یکدیگر آمیختند. انانه های دوستی، باستانی و احترام طرفین در مناسبت های بین کشورها چون اساس مستحکم خدمت می کنند. سرود من زیادتر از اون است که این دو خلق که هست، تاجیکستان و ازبکستان، آنها از همون دور قدیم با هم دوست بودند، با هم همسایه بودند و فکر می کنم همسایه های به نهایت قریب بودند. بودن سبب هایی که از هم جدا شده گیدیم، سرحد ها محکم شد و در حاضر گفتنی هستم شکرانه خدا، شکرانه اون دو پریزیدنت مملکت. میدونید در ما میگوین اول خدا بعد اونی که بندهش میکند. دو شخص بزرگ دو خلق خود رو باز از نو هم نزدیکتر کردن، باز سرحد ها رو کشودن. زمانهای نیز بودند که در بین خلقهای برادر دیوار بود. سفرهای طرفین به آرزوهای اجرا ناپذیر مبدل شده بودند، اما در دوام 5 سال آخر در مناسبتهای خلق معظم دو کشور دیگرگونی های بزرگ به عمل آمدند. اصلا توفیل سیاست خردمندانه و انسان پرورانه راهبری دولت در منطقه آسیای مرکزی بین مملکت ها یخا آب شدند، همکاری مستحکم گردید. باز یک جهت اهمیتناکش در آن است که شهروندانی که از کشورهای همسایه به مملکت ما کلین شده آمدند مقام شهروندی گرفته نتوانسته و سرسان و سرگردان بودند، اما در اساس قرار و فرمان ها و تشبث های حیات بخش راهبر مملکت، آنهایی که در ازبکستان زندگی میکنند و مقام شهروندی نداشتند به گرفتن پاسپورت شهروندی مشرف گردیدند. خصوصا در نوحه سوخ آنهایی که پاسپورت شهروندی نداشتند زیاده از 200 نفر بود. در دوام 5 سال اخیر 170 نفر آنها پاسپورت شهروندی ازبکستان را گرفته برای دیدن دیدار پیوندان خود به مملکت های همسایه رفتند. 30 سال چت به پاسپورت اک پاسپورت گرفتم. رحمت مینداری اسخور میکنم. ای سخ بیرن نمی برمدم. اک می برم. هزار رحمت. در دوام 5 سال اخیر آن اصلاحاتی که به عمل تطبیق گردید بدون شک گفته میتوانیم که برای قدر انسان منفعت شهروندان بود و این را میتوان تنها در مثال ناحیه سوخ دید. خصوصا در دوام 2 سال اخیر سوخ در اساس قرار رهبری دولت به مرحله نوی ترقیات قدم گذاشته در راه منفعت شهروندان و آبادی ناحیه کارهای نظررس عملی گردیده ایستادند. اصلاحات در کشور دوام دارد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین کشور شناس خواهید شد. السلام علیکم بینندگان عزیز، در نوار با خبر و رویدادهای مهمترین کشور ما صحیفه خبرهای ازبکستان و در استودیو با شما سنجر بیسر خورجانوف. در ازبکستان سودای افتومبیل ها به درجه حصه شوند افسود، شرح اولین ما در همین خصوص. در ماه اکتبر سال جاری در بازار افتوموبیلی ازبکستان حجم سودای افتوموبیل نسبت به ماه اکتبر سال 2019 به 31.1% افزود. ماه اکتبر در شهر تاشکند 5682 دانه، در ولایت تاشکند 1925 دانه و در ولایت فرغانه 1416 دانه افتوموبیل های سبوکراو فروخته شده است.
در چوره بینی تنتنوی که با این مناسبت برگزار گردید، نمایندگان سازمان‌های دولتی و جمعیتی، آموزگاران، خوانندگان مکتب و پدر و مادران آنها کهنسالان اشتراک نمودند. در آن حاکم ولایت غفورجان مرزایی و دایرکتور آژانسی رشد مکتب‌های پرزیدنتی هلال عمرова با سخن برآمده مخصوص تاکید کردند که این مؤسسه تعلیمی زمانه‌ای نتیجه اصلاحات صحه معارف بوده برای تربیت و پیشرفت همه‌جانبه نسل نوروز خدمت می‌کند. تاکید شد که مکتب‌های پرزیدنتی و امکانات‌های وسیع برای پسران و دختران صاحب استعداد و دانش‌طلب فراهم آورده شده از مکتب‌های خارجی کمی ندارد. یکم نویبر سال 2021 ازبکستان رسمان به نقشه وسیع نظامی عمومی سبوکی های بریتانیا کبیر یعنی GSP قبول شد. 22 نویبر سال 2021 کنفرانسی مطبوعاتی برگزار گردید که به همراه شدن کشور ما به این نظام بخشیده شد. چاره بینی در همکاری با سفارتخانه بریتانیا کبیر در تاشکند و وزارت سرمایه و سودای خارجی ازبکستان تشکیل گردید. کمیسری سودای ملکه ولاحضرت در اوروپای شرقی و آسیای مرکزی کنان دستگیری نمودنی جوانان در ازبکستان یکی از مسئله های مهم سیاست دولت بوده، خصوصا جوانان به حمایت اجتماعی احتیاج داشته از هر جهت دستگیری می‌یابند. در این باره قراری نوی حکومت قبول گردید که شرح قراری مذکور در گزارش نوبتی ما. در حقیقت مسئله جوانان در ازبکستان به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است و در دوام 5 سال اخیر برای از هر جهت دستگیری نمودن نسل آینده ساز یک قطار قرار و فرمان‌ها قبول گردیده است، زیرا جوانان و نورسان واقعا نیروی سازنده، نسل پیشبرنده جامعه و تقدیرساز هر ملت و دولت محسوب یافته، آینده درخشان هر کشور از جوانان و نورسان آن وابسته است. با مقصد دستگیری جوانان محتاج به حمایت اجتماعی و شامل دفتر جوانان، روز 4 اکتبر سال جاری قرار دیوان وزیران درباره چاره‌های ایلوگی دستگیری جوانان محتاج به حمایت اجتماعی قبول گردید. این قرار امتیازهای زیرین را پیش بینی میکند: ترتیب‌های موقتی برای دستگیری کودکان و نورسان خانه‌های مهربانی، شهرک‌های کودکان، مرکزهای پرورش کودکان بی‌سرپرست و جوانان شامل دفتر جوانان، دادن جبران پولی در حجم تا 4 برابر مقدار حساب بزوی برای آموزش این جوانان در کورس های رانندگی، دادن جبران پولی برای پرداخت پول خدمت سربازی آنها، پرداخت 50% خرج آموزش در کورس های کسب آموزی برای جوانان شامل دفتر جوانان که در تشکیلات های خصوصی کار میکنند، پرداخت یک قسمی خرج آموزش جوانان شامل دفتر جوانان در مؤسسه های خصوصی تحصیل زبان های خارجی و تعلیم عمومی، اینچنین پرداخت خرج آنها برای دریافت سرتیفیکات ها از طریق برگزاری امتحان ها، دادن کمک پولی به جوانان شامل این دفتر برای عملیات آنها در کارخانه های استحصالاتی و شرکت های خدمت رسانی و چندین امتیاز دیگر. در 5 سال اخیر قرارهایی که از طرف حکومتمان رهبری دولت قبول کرده شده است، این بیشترینش درباره جوانان میباشد، چون که جوانان آینده ملت، آینده خلق و آینده وطنمان به حساب میرود. من باز یک قراری که از طرف حکومتمان قبول کرده شد درباره دستگیری کردن جوانان احتیاجمند میباشد. ما باوری داریم که این قرار قبول کرده شده برای آینده، برای فراوان زندگانی کردن جوانان، خصوصا جوانان احتیاجمند، اهمیت مهمی میبازد. جوانان احتیاجمند و کودکان بی‌پرستار واقعا در حمایت دولت بوده. قبول قرار دیوان وزیران ریاست‌جمهوری ازبکستان که درباره چاره‌های ایلوگی دستگیری جوانان محتاج به حمایت اجتماعی میباشد، برای آنها باز یک امتیاز و امکانات‌های زیاد فراهم آورد. باز یک جهت خرسندی آورش در آن است که توفیل همجهتی مردم کشور، کودکان خانه‌های مهربانی از جانب اشخاص همت بلند به فرزندی گرفته شده، خانه‌های مهربانی بسته شدند. این از آن دلالت می‌دهد که واقعا در ازبکستان قدر و منزلت حضرت انسان از هر چیز بالاست و جوانان این کشور از هر جهت دستگیری می‌یابند. همدیاران عزیز و ارجمند، در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می‌بخشیم. شما باشید، ما را ترک نکنید، زیرا برنامه‌های تلویزیونی سخ دوام دارد. خیر، سلامت باشید.